السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، دوستان عزيز، بارزوی صحت و عافیت تک تک شما. این از آغاز میکنیم به توفیق الله سبحانه و تعالی درس 12 را، درس مضمون عربی از سمستر دوم. دوستان عزیز، در درس گذشته ما شما یک مبحث نو را شروع کرده بودیم که مراجعه بود، یک اشارات بود به درسای گذشته، اما ما نتوانستیم که درس را کامل بخوانیم. فورا میریم به طرف کتاب مقرر شما و تمرینات را ادامه میدیم. تا اینجا ما شما رسیده بودیم تا تمرین رابع، التدریب الرابع، تمرین چهارم. بین الفاعل والمفعول به والمبتدا والخبر في الجمل الآتي كما في المثال ثم اذكر علامة اعراب كل منهما. بیان کنید فاعل و مفعول به را و مبتدا و خبر در جملهایی که می آید، مثل که در مثال هست، و علامات اعرابش همچنان بیان کنید. ببینید دوستان عزیز، احمد طالب تنزانی، احمد طالب هست تنزانی، دیگه در اینجا احمد مبتدا هست، طالبان خبر هست، و تنزانی و چیز باز نسبت و چیز دیگه هست. قابل احمد صدیقا، قابل فعل هست، طبعا احمدو فاعلش هست، و صدیقا مفعول به هست. شرب معه القهوة، فاعلش مستتر هست، شرب طبعا فعل هست، لكن شرب هو، شرب نوشت مرايو قهوة، القهوة كاس مفعول به هست. يعمل الوالد طبيبا، الوالد دیجا فاعل هست چون فعل يعمل هست، طبيبا مفعول به هست. تعمل الأم مدرسة، الأم فاعل هست، مدرسة مفعول به هست. وجب مطلب شيء است که يعمل الوالد طبيبا، والد کار دکتر میکنه، یعنی دکتری میکنه، طبابت میکنه. در اینجا باز مادر معلمه هست. ذهب احمد الى مطار، الى المطار، احمد رفت به مطار، به مطار من میدان هوایی. ذهب فعل هست، مشکل نداریم. احمد فاعل هست، الى المطار مطلب جار مجرور در محل اعراب مفعول به. وجد في استقباله زميلا، خب تا اینجا که هست، فی استقباله، ایجار و مجرور که فی استقباله هست، تعلق میگیره به یک محذوب که طبعا فاعل هست و زمیلا مفعول به هست. الرسائل التي كتبت كثيرة، کدام پیغامات که نوشته شده بسیار زیاد هستند. خب رسائل مبتدا هست اینجا، التي از اسماء موصول هست، شما میدانین. کتبت فعل و فاعل هست، کثیره مفعول به هست، این جمله فعلیه، خبری مبتدا میشه. و شما میدانین از درسای گذشته، حالا دیگه شما تقریبا پروفسور شدین، میدانید که خبر یگان وقت مفرد می باشه و یگان وقت جمع می باشه و یگان جمله می باشه، فن و یگان وقت شبیه جمله. البرقیه التي ارسلت صغیره، البرقیه مبتدا است اینجا، دیگهش برقی مثلی جمله فوقانی هست. السق التوابع، التوابع على الرسائل، چسفان توابیع متفهاره بر پیغام ها. دیگه السق فعل هست، طبعا ضمیر مستتر فاعل هست، توابع مفعول به هست. العنوان واضح على الرسائل، العنوان مبتدا هست،
واضح خبر هست. موظف الاستعلامات موجود، موظف مبتدا هست، موجود علامات طبعا مضاف اليه هست، موجود ایباس خبر هست. مطلب در اینجا مطلب ما شما موظف مبتدا و موجود خبر. اسواق مکه کثیره، بازارهای مکه زیاد هستند. دیگه اسواق مبتدا، کثیرتون خبر. طعام فندقی مرتفع الثمن، طعام الفندقی غذای هتل میمانخانه قیمتش بالا هست، یعنی قیمت هست، مبتدا هست. طعام مرتفع، یعنی مرتفع که از خبرش هست. سأل احمد رجلا عن السوق، سأل ففعل است، دیگه احمد فاعل هست، رجلا مفعول به هست. التدريب هل كان برای شما كامل؟ التدريب الخامس، تدريب پنجم، اقرأ الجمل الآتية ثم اكتب الكلمات التي تحتها خط. بخان جملهای کیمیایی باز نوشته کو کلمات ان کلماتی که در زیر شان خط هست، تحت علامت الاعراب المناسب كما في المثال. جملاتی که کلماتی که زیرش خط هست آنها را در زیر علامات اعراب نوشته کو که مناسبش میآید. لم يرسب طالب في الامتحان، در اینجا زمامی طالب زمه داره، فتحه داره، کسر امتحان کسره داره، چی داره؟ سکون. مطلب یک خودش حل کرده، دیگر شما حل کنین. تغادر مکه الى الرياض، ترک میکنه، ترک میگوه مکه را به سمت ریاض. حالا تغادر مرفوع معرب هست طبعا، وقتی که مزاری خالی از عوامل نواسب و جوازم باشه دیگه مرفوع است، اعراب داره، زمه داره. مکتا اینجا که هست، مکتا طبعا مفعول به هست یا ظرف هست، منصوب هست، الى ریاض جر مجرور. دیگه در ریاض شما نوشته میکنین که تحت کسره نوشته میکنین، مکه تحت فتحه نوشته میکنین، تو غادر رو تحت زمه نوشته میکنین، یعنی سه گزینه اول، گزینه چهارم که سکون است تا اینجا و ندارین. توجه احمد الى صاله المغادره، رفت احمد به طرفی سالون انتظار، که سالونی که از آن انتظار میکنه و از می سالون به طرف طیاره بالا میشه. احمد و شما دارین دیجا احمد را زیر زمان نوشته میکنین، مغادره زیر کسره نوشته میکنین. خب الى اين نذهب اليوم، کجا امروز ما میریم؟ نذهب دیجا زیر زمان نوشته میکنین. یمکن ان تستخدم المسعد، شما میتونین که لفت را یا برابر را مسعد را استعمال کنین. در اینجا زیر فتحه نوشته میکنین گزینه دوم، چون که یکی از عوامل ناسبه بر اومده. سوف اضع الملابس فی الثواني، زود است که ما ببانیم لباسها را در سیوان، جایی که در الماری خاص برای ماندن و الجزان کردن لباس است. اضع طبعا مزاری هست بدون عوامل، دیگه زمه داره، زیر زمه میمانی الملابس مفعول به هست، ایرا زیر فتحه میمانین و سیوان جر از خطر که جر مجرور بدون اماده را زیر کسره میمانین. لم یاکل احمد، لم یاکل احمد طعاما فی الفندق، احمد نخورده غذا در هتل در رستوران. لم یاکل دیگه از عواملی جزم بر مزاری داخل شده، ایره در گزینه اخیر نوشته میکنه که سکون هست.
طعاما در گزینه دوم فتحه و فندق در گزینه سوم کسره. ما طعام الفندق واسع. به هر حال دوستان عزیز این آسان است و شما میتونید از ما وقتی بیشتر میگیره و زیاد وقتم گرفت. این تدریب هم چیزی خاص نداره. اکتب هذه الجمله مع ضمائر مختلفه. این جمله رو نوشته کنید با ضمائر مختلفه. ذکر محمد كثيرا واجتهد فوقه الله. مذاکره که تحمد در سر حفظ کرد. محمد بسیار زیاد کوشش کرد و الله او را توفیق داد. و شما نوشته میکنین انا اذاکر كثيرا و نحن نذاکر و انت تذاکر و هی ذاکرت. و ما به این ترتیب دیگه یک چیزی سخت و بسیار مهم نیست. التدریب و السابع رتب هذه الکلمات تحت ال. القمریه و الشمسیه. ما برای شما در درسهای گذشته مطلب در باره تقسیم الف لام به قمری و شمسی داشتیم و در فرق کردن و تمیز هر دو الف لام برای شما گفته بودم که هر کلمه عربی یک کلمه عربی را بیارین و بعد از او الف بیارین و بعد از او لام بیارین. حالا اگر شما میخواین که تلفظ کنین، حالا الف و لام دارین، اگر الف مستقیما لام ترک میکرد میمد به حرفی که بعد از لام هست همراه او متصل میشد دیگه. ای شمسی هست، الف لام شمسی هست. الشمس، الشمس شما لام دارین، بعد از لام که الف آوردین دیگه الشمس نمیگوین. و اگر الف لام را ترک نمیکرد تو ما بعد از لام که کدام حرف است نمیمان دیگه، او را باز قمری میگوین که القمر. شما ببینین حالا تلفظ با ال واضح هست، اقمر نمیگوین، القمر میگوین، لیکن در الشمس الشمس میگوین. و حروفانم ذکر کرده بودید در اینجا تقریبا حروف هجای زبان عربی نصف شده، نصفش بعد از لام شمسی میاد و نصفش یعنی 14 بعد از لام شمسی میاد و 14 بعد از لام قمری. شلا بیاری تن هست و حالا میاییم بسیار آسان است. خالیتون، الخالی، الخالیتون، ال دیگه ازی معلوم میشه که در اینجا قمری هست. الفندقون در اینجا معلوم میشه که قمری هست. الغرفتون قمری است، یه هسته تاش قمری بود. الشهیه، الشهیه نمیشه دیگه، الشهیه در اینجا معلوم میشه که شمسی هست. الطباخ، الطباخ غلط است، الطباخ طباخ اشباز میگوی. الطباخ دیگه ای شمسی هست. التقدیم، التقدیم نیست دیگه، التقدیم ایم شمسی است. الصیوان ایم شمسی است. این چهار تاش با شمسی بود، سه تاش قمری و دو چهار تاش شمسی. المسعد، شما ام مسعد نمیگیم، گفته نمیتونید دیگه. المسعد ای قمری هست، با لام تلفظ کردین. السلع، السلع نمیگوین، السلع، سلع سامان نمیگوین. السلعة الله غالیه، اشکر عدی سامانه که سلعه و چیزی سامان که برای فروخت است بسیار سلعه الله که هست، بسیار قیمتی است. الله سلعه الله الجنه، سلعه الله جنت هست. و کسی که اگه میخواه که به دست بیاره بدونی هست برداشت تکلیف مشقت و ادای عبادت ممکن نیست. الضیوف، الضیوف در اینجا شما میبینید که شمسی هست. التلفزه در اینجا میبینید که قمری هست. الاجهزه قمری هست. الجبل قمری هست. الوعد قمری هست. الزیاره، الزیاره شمسی هست، الزیاره نیست. النور شمسی هست. القادم قمری هست. النزول شمسی هست. الشرکه شمسی هست.
الخطوط، الخطوط قمري هست، الجوية، خطوط، خطوط الجوية برای شما واضح شده ترافیک هوایی میکنه، جویه یعنی شرکت های هوایی. السعودیه شمسی هست، النقل، النقل شمسی هست، الرکاب شمسی هست، اذا الرحمن بود، الوطن قمری هست، الجماعه النقل الجماعی شمسی هست، الخاتم انگشتری میگه، الخاتم دیگه یک قمری هست، الزیاره شمسی هست، الزیتون شمسی هست، ذهبیه الذهبیه شمسی هست، الهدایه شمسی هست، الاذاعه قمری هست، الساحل شمسی هست، الشرقیه شمسی هست، الطور ای هم شمسی هست. خب شمسی ها را در اینجا نوشته میکنی، قمری را در اینجا. دوستان عزیز، تدریب هشتم، اقرأ جمل الآتية واستخرج منها الكلمات التي فيها حروف تنطق ولا تكتب والكلمات التي بها حروف تكتب ولا تنطق. ای درس ما برای شما داشتیم که در زبان عربی بعضی از کلمات هست که در تلفظ خوانده میشه لیکن نوشته نمیشه، صورت نوشتاری نداره، و بعضی از کلمات هست که نوشته هست لیکن خوانده نمیشه. عجلتا ما میریم چون که وقت بسیار تیز میره، فرصت نمیته. قال عمرو انا احب العمل، گفتن عمر، عمرو یا عمرون نیست دیگه، واو هست نوشته میشه لکن نطق نمیشه، تلفظ نمیشه، یعنی تکتب ولا تنطق. ادع الله لی ولك یا عمر بالنجاح، دعا کو برای خود و برای ما ای عمر بخاطر کامیابی، کامیاب شویم. ادع الله، شما واو دارین، واو دارین نوشته شده لکن خوانده نمیشه. الطلاب ذاكروا دروسهم، خب الطلاب معاصرین یاد کردن درسای خود را، ذاكروا، حالا دید بعد از واو ذاكروا شما علی پا میبینین دوشته شده لیکن خوانده نمیشه، و باید شما دارین که در باره واو جماعه ما شما درس داشتین که بعد از واو علیف چرا نوشته میشه. هل هذا ما اخبرت والدك به، آیا به این پدر خود را مطلع ساختین؟ هذا، هذا، هذا نمیگوین دیگه، شما در اینجا میبینین که حرف تلفظ میکنین لیکن نمیخوانین، در اینجا یعنی تنطق ولا تکتبو، شما بعد از زا، بعد از دال الیف رو میبینین که افساد است لیکن بعد از ها نیست، تلفظ میشه علیک میه لیکن نوشته نیست. ذلك الذي وعدنا الله به، این آن چیز است که الله ممرای ما شما وعده کرده بود. ذلك در اینجا شما بعد از ذال علیف نمیبینین لیکن در تلفظ است، یعنی تنطقو ولا تکتبو. هذان طالبان نجحا في الامتحان، محصل در امتحان کامیاب شدن. هذان همچنان، اذکر الله کثیرا، باز علیف نوشته شده تلفظ نشده، طه هر دو تا علیف نداره لیکن با علیف تلفظ میشه. ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، خب طه مطلب هست. یاسین، یاسین، حالا یا بالا میکنین تلیف به تلفظ میو لیکن نوشته نیست. کان عمر بن العاص قائدا عظیما، بود عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه یا قائد و یک پیشوا، یک فرمانده بسیار بزرگ بود و بدون شک. کلمات بها حروف تنطق ولا تكتب، تنجی نوشته کنین، کلمات بها حروف
تكتب ولا تنطقوا ده إخوانا نوشته كوني. خب هم مگیر برای شما واضح ساختم. خب دوستا ای باز به سیدی تعلق داره. با این ترتیب دوستان عزیز به پایان این درس رسیدیم، وقت به انتها رسید و همچنان درس پنجم را هم خلاص کردیم الحمدلله. موفق و سربلند باشین. اگر کدام یکی از دوستا کدام مشکلی داشتن میتونن که امرای ما شریک بسازن. موفق و سربلند.